خب بریم سراغ جناب آقای دکتر حسین برخدا، تولید کننده خمیر بازی در کشور عزیزمون ایران. سلام علیکم آقای دکتر، خیلی خوش آمدید. سلام عرض شد خدمت شما سرکار خانم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه، من در خدمتم. سلامت باشید. خب من از سوال یکی از شنوندگان عزیز شروع کنم. این خمیرهای بازی بر بچه‌ها ضرر داره؟ صدرا حیدری از زایدان گفته از 10 سال قبل که فهمیدم ضرر داره، هیچ وقت واسه بچه‌هام نخریدم. بله، سوال خیلی خوبی کردید. عرض به خدمت شما که خمیر بازی که الان در کشور ما سابقه تولیدش سابقه بیش از 50 سال داره که مجموعه ما در واقع بنیانگذار این محصول بوده، در حال حاضر تمامی استانداردهای داخلی، یعنی هم استاندارد سازمان ملی استاندارد رو و هم استاندارد اروپا رو پاس کرده و داره گواهینامه استاندارد هست. ویژگی این خمیر اینه که از مواد خوراکی تشکیل شده و کاملا بی‌ضرر برای بچه ها. بله. و خیلی هم میخورن، خیلی از بچه ها میخورن. البته اینو به عنوان محصول خوراکی به هیچ عنوان ما معرفی نمی کنیم، ولی بله، اگر بچه ها به چشمشون، به دهنشون، به مالن و اینا به هیچ عنوان هیچ آسیبی نمیرسه. و اجازه بدید قبل از پاسخ به سوال بعدی من یه نکته خیلی مهمی رو پیرو فرمایشات اول برنامه‌تون عرض بکنم که خیلی هم اتفاقا اهمیت داره. اینه که ما خمیر بازی رو با ژل اسلایم که الان متاسفانه در بازار به صورت خیلی زیاد به وفور یافت. بله، میگم چرا متاسفانه، نباید اینا رو با هم اشتباه بکنیم. ژل های اسلایم در حال حاضر تا به این لحظه که من دارم خدمتتون صحبت میکنم هیچ کدومشون پروانه ساخت از وزارت بهداشت رو ندارن. عجب. یا مجوز واردات ندارن، گاهن بدون لیبلن، یا اینکه فقط یه برچسبی خورده، رو اون جوای پلاستیکیش، نه اطلاعات تماسی از اون شرکت تولید کننده هست، نه پروانه ساختی هست، در حالی که پروانه ساخت اون محصول اجباریه، استانداردش هم همینطور. البته مجموعه ما دارن آماده میکنن محصولی رو که برای اولین بار اسلایم دارای مجوز ساخت از وزارت بهداشت و استاندارد رو انشالله به زودی ما عرضه خواهیم کرد. اینه که من توصیه میکنم به تمامی اولیا مربیان و مصرف کنندگان که از خرید ژل‌های اسلایم فاقد مجوز وزارت بهداشت اکیداً خودداری بکنن. دلیلش یه سریشون که مجوز داره یا مثلا خارجی ان اکثرن، یا اونایی که خارجی ها اگر مجوز داشته باشن بعد روشون یه برچسب مثل داروها. بله. مجوز واردات از وزارت بهداشت بعد داشته درسته. باشه که من شخصا تا به حال ندیدم. عجب. عرض به خدمت شما که دلیلش هم اینه که یک ماده‌ای داره به نام بوراکس در این ژل‌های اسلایم و این عنصر بر باید مقدارش در حد مجاز باشه، باید چیزی کمتر از 300 میلی گرم در کیلوگرم باشه. درسته. و در حالی که متاسفانه این اکثر تولید کننده های ژل‌های اسلایم زیر پله‌ای هستن، بدون هیچ کنترل و نظارتی متاسفانه دارن تولید میشن و احتمالش هست که بسیار مضر باشه برای سلامتی کودکان. بله، ممنونم که اینو اضافه کردید و گفتید. یه سری اتفاقا مردم هم برامون نوشتن که به دلیل ماده بوراک امروز تو اخبار ساعت 14 عنوان شده شماره. بله همینطور، ما خیلی سعی کردیم که از طریق سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت این اطلاع رسانی رو بکنیم که والدین خیلی دقت بکنن. این محصول الان خیلی زیاد مورد استقبال جامعه قرار گرفته چون یه چیز جدیده، ولی خب حتما باید به این دقت کنن. اگر فاقد پروانه بهداشت باشه، فاقد پروانه ساخت از وزارت بهداشت باشه، به هیچ عنوان خریداری نکنن. بله، خیلی ممنونم از این نکته و تذکر به جایی که فرمودید آقای دکتر برخدا.